بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز و گرامی، رسیدیم به درس 19 یا درس دوم از فصل سوم. پیش از اینکه ما درس 19 را خدمت شما بگویم، مرور ممکن خواهیم داشت بر درس اول. ما در درس اول فصل سوم یا درس 18 گفتیم که اعداد تام چی نوع اعداده. تمام اعدادی که روی محور افقی میتونه جابجا شوه، از صفر به طرف راست و از صفر به طرف چپ دارای اندازه های یکسان و مساوی باشه، و این اعداد مثبت و منفی به شمول صفر و گفتیم چیه؟ اعداد تامه. و امروز درس ما و شما در مورد قیمت مطلق یا قیمت مطلقه یک عدده. قیمت مطلقه یک عدد چی معنا داره و چی رو برای ما بیان میکنه؟ برای این منظور ما اول میاییم یک شکل یا یک گراف یا یک خط را به صورت افقی در نظر میگیرون. شما دقت کنیم این شکل ده. اینجا مبدأ هست، از مبدأ به طرف راست که با این خط نشان داده شده سه واحده، یعنی از صفر تا اینجا یک واحد، تا اینجا دو واحد و تا اینجا چی؟ سه واحد. به این ترتیب از صفر به طرف چپ هم چند؟ سه واحد در نظر گرفته شده، یا سه فاصله یا سه مقدار. تا اینجا یک واحد، تا اینجا دو واحد و تا این قسمت سه واحد هست. حالا میخواییم که مطابق به این شکل قیمت مطلق عدد سه رو پیدا کنیم که عدد سه قیمت مطلقش چنده. پس قیمت مطلق را پیش از یک تعریف کنیم، میاییم یک شکل دوم را در نظر میگیرون. ببینین عدد صفر اینجا شما دارین، فاصله ای که صفر تا مثبت یک هست با فاصله ای که از صفر تا منفی یک هست با همدیگر چیه؟ مساویه. یعنی اگر عدد یک مثبت یک شما میبینین، عدد منفی یک عبارت از چی؟ معکوس جمعیشانه، یا چی؟ متضادشانه یا مخالف العلامه ایشانه. یا اگر عدد منفی یک را شما اینجا دارین، عدد مثبت یک معکوس جمعی عدد چی؟ منفی یک. پس فاصله ای که صفر تا مثبت یک هست و فاصله ای که صفر تا منفی یک هست با هم دیگر چی؟ مساوی و برابره. یا اگر از صفر شما تا منفی سر اندازه گیری کنین و از صفر تا مثبت سر اندازه گیری کنین، باز هم فاصله هایشون با هم دیگر چی؟ مساوی هست. حال میخواییم که اینی قیمت اینجا عدد سه با این شکل هم نمایش داده. از صفر ببینیم یک دو سه، سه واحد اینجاست و سه واحد هم به چیه؟ به طرف چپه. یعنی از صفر به طرف راست هم سه واحد هست و از صفر به طرف چپ هم چنده؟ سه واحد. حال میخواییم چی رو تعریف میکنیم؟ قیمت مطلقه رو میگیم هر عدد تام و متضادش. عدد مثبت یک، عدد تام و متضادش چنده؟ منفیه. عدد مثبت دو چیه؟ یک عدد تامه که گفتم هر عدد تام، عدد تام را هم قبلا تعریف کردم برای شما. اگر دو یک عدد تام هست، منفی دو متضادش هست. یا برعکس، عدد سه یک عدد تامه، عدد منفی سه یک عدد چیه؟ تامه. پس متضاد عدد منفی سه یا معکوس جمعی عدد منفی سه چنده؟ عدد مثبت سه هست. پس میگیم هر عددی تام و متضاد آن که بر روی محور اعداد به فاصله های مساوی از صفر قرار داشته باشد، این فاصله را به نام قیمت مطلق اعداد یاد نموده و به این سمبول نمایش داده میشه. این سمبول دو خط عمودی هست که به نام قیمت مطلق یاد میشه یا به نام قدر مطلق یاد میشه، و این در حقیقت یک تابع هست که شما در آینده به این مواجه خواهد شدین. این گراف داره و یک تابع هست. پس تکرار نم، هر عدد تام و متضاد آن که بر روی محور افقی اعداد به اندازه های مساوی قرار میگیره، این فاصله یا این اندازه یا این مقدار را به نام چی یاد نه؟ قیمت مطلق. پس از صفر تا سه این قیمت مطلق عدد چی است؟ سه. و از صفر تا منفی سه عدد قیمت مطلق عدد منفی سه هم باز چند است؟ سه. چرا؟ چون اندازهشان بند چیه؟ سه واحده. یعنی فاصلهشان از صفر تا یک قسمت چند؟ سه واحده. پس عدد مثبت و منفی دارای عین قیمت مطلقه. چون چرا دارای عین قیمت مطلقه؟ با وجودی که علامه هایش از هم دیگر متفاوت هست، اما مقدارهایشان، فاصلهشان یا اندازهشان از هم دیگر چیه؟ با هم دیگر چیه؟ مساوی است.
پس قیمت مطلق را برای شما چیکار کردم؟ تعریف کردم. اینال میم قیمت مطلق عدد مثبت 3 و منفی 3 را اندازه گیریم. ببینین مثبت 3 و منفی 3 از نگاه اندازه و فاصله با هم دیگر چیه؟ مساوی، یعنی 3 واحده. از مبدا به طرف راست و از مبدا به طرف چپ چند واحده؟ 3 واحد. پس قیمت مطلق عدد چی؟ منفی 3 مساوی به قیمت مطلق عدد مثبت 3 و مساوی به چیه؟ 3. یا به صورت ساده‌تر بگویم این شکل عبارت از شکلیه که اگر هر عدد داخلش قرار بگیره علامهش مثبت باشه یا منفی، نتیجهش چیه؟ مثبته. یا هر ای یک شکلیه یا یک ظرفیه که شما هر عدد مثبت داخلش بندازین، نتیجه چیه؟ مثبته. و اگر هر عدد منفی داخلی ظرف یا داخلی شکل بندازیم، نتیجه بازم چی خواهد بود؟ مثبت خواهد بود، دانش آموزان عزیز. و همچنین عدد صفر، چون هیچ فاصله را برای ما بیان نه اندازه نیست یا مقدار نداره، پس قیمت مطلق چنده؟ صفر. قیمت مطلق را به صورت کلی اینجا تعریف کردم، گرچه فعلا در سویه شما فعلا لازم نیست که حتما یاد بگیرین، به خاطر اینکه چرا مثبت و منفی یک میشه دارای چی قیمت مطلق مساوی است. میگیم اگر x یک عدد باشه، ممکنه می x عدد 3 شما باشه، این مساوی به مثبت x هست، یعنی مثبت 3 هست. زمانی که x ما یا زمانی که 3 ما بزرگتر یا مساوی از چی باشه؟ از 0 باشه، یعنی 0 باشه، خود 0 را شامل شوه، عدد 1 شامل شوه، عدد 2 شامل شوه، عدد 3 هم چی؟ شامل شوه. و ای اکس که عبارت از عدد 3 بود منفی اکس هست، یعنی عدد منفی 3 هست. اگر اکس کوچکتر از 0 باشه، کوچکتر از 0 ما اولین عدد چنده؟ منفی 1 باشه، منفی 2 باشه و منفی 3 باشه. پس قیمت مطلق را چیکار کردیم؟ تعریف کردیم. اینجا علامه بزرگتر یا مساوی گرفتم، چون در مرحله اول 3 دی 3 شامل هست، اما در مرحله دوم چون x کوچکتر از 0 یعنی خود 0 را شامل نمیشه، از عدد منفی 1 تا منفی 3 را شامل باشه. پس ایچی هم قیمت مطلق یک عدد طبیعی است. خیلی خوب، حالا میایم درس خود چیکار میکنیم؟ جمع‌بندی میکنیم. از این درس چی آموختیم؟ قیمت مطلق یک عدد چیست؟ قیمت مطلق یک عدد عبارت از چیست؟ خود عدد و معکوس جمعی عدد، یا خود عدد و متضاد عدد که با هم دارای فاصله های یکسان و مساوی باشد، یعنی از صفر به طرف راست و از صفر به طرف چپ دارای عین فاصله و دارای عین مقدار باشد. به نام چی یاد نیم؟ قیمت مطلق یک عدد. گفتم قیمت مطلق یک شکل یا یک ظرف هست که هرگاه عدد مثبت داخلی ظرف بندازیم و از ظرف بیرون شود، نتیجه چیه؟ مثبت است. و اگر یک عدد منفی داخلی ظرف بگنجانیم و از ظرف بیرون شود، دوباره نتیجه چی خواهد بود؟ مثبت خواهد بود. یا به عبارت ساده‌تر، قیمت مطلق یک عدد بستگی برنامهشان نداره، بلکه چی رو برای ما و شما اندازه گیری میکنه؟ فاصله ها رو اندازه گیری نه، یعنی فقط مقدار رو برای ما میگه، بدون اینکه علامه ایشان مثبت یا منفی ما چی کنیم؟ در نظر بگیریم. دانش آموزان عزیز و دوست داشتنی، یک سه سوال تمرینه، اما سوال اولش چند جز داره؟ شما قیمت مطلق اعداد بنویسید، عدد مثبت 5 قیمت مطلقش چنده؟ معنایش چیه؟ یعنی 5 واحد از 0 به طرف راست شما روی محور اعداد نشانی نین، میگین قیمت مطلق عدد مثبت 5 چنده؟ 5. یا 5 واحده یا فاصلش 5 واحده. این واحد ممکنه سانتی متر باشه، ممکنه میلی متر باشه، ممکنه اینچ باشه یا چیزای دیگر باشه. و به این ترتیب شما میتونید که همه اینا را اعداد مثبت و منفی را قیمت مطلقشانه، مثل مثالی که برای شما عدد 3 را کار کردم، شما این سوالا رو چیکار کنین؟ کار کنین. در سوال دوم یک محور اعداد رسم کنین، یعنی محور افقی را. اعداد 4، 2، منفی 3 و منفی 5 روی او نشانینین و متضاد هر یک پیدا کنین. مثلا متضاد عدد منفی 5 چنده؟ متضاد یا معکوس جمعی عدد منفی 3 چنده؟
متضاد یا معکوس جمعی عدد 2 و عدد 4 را به دست میاریم. وقتی اینا رو همش به دست آوردیم، متضاد 4 عدد یا معکوس جمعی 4 عدد به دست آوردیم، اینجا به این چی کار میکنین؟ و متضاد ها را در روی محور افقی اعداد نمایش میدین و هر کدامشان اندازه هایشان مشخص نین. اینجا به شما کمک میکنم، یک محور افقی اینجا رسم میکنین، اول صفر نشانینین، بعد صفر قیمت های داده شده را که اینجا داده شده، متضاد هایی که به دست آمده، متضاد علامه مثبت چیه؟ منفی هست. متضاد علامه منفی چیه؟ مثبته. متضاد علامه منفی هم چیه؟ مثبته. متضاد علامه مثبت 2 چیه؟ منفی 2 است. و متضاد چی؟ عدد مثبت 4 منفی 4. اونا روی محور اعداد نشانینین. این بود درس قیمت مطلق اعداد. امیدوارم که خسته نشده باشین. تمرینایی که به شما داده شده، مانند مثالی که در اینجا کار شد برای شما، مانند این مثال، همه ایشان روی محور اعداد با توجه به این شکل نشانی کنین و قیمت هایشان پیدا کنین. اگر سوالی مشکلی پیش آمد، حتما به مکتب، به اداره و به استاد مربوطه تان در تماس شوین. خوش باشین، متوجه خود و خانواده خودتان باشید. روز خوش و وقت خوب برای شما آرزو دارم.